کارهای ساختمانی در بنیاد پرتوگاه معیشی در محله نوادک شهر خاروخ از سال 2020 آغاز گردیده بر اثر خروج کسلی سرایتی کووید 19 پیشبرد کارها موقوف گذاشته شد. سال روان باشد کارهای بنیادی اوج تازه گرفته علکی فساد معین آنها به ثبوت رسانده شد. ساختمان در این محل مطابق لایحه مساعدت به صلح و ثبات توسط ساختمان انفراساختار مهم در شهر خاروق ادامه دارد. مبلغ گذاری ساختمان بانک اروپا به حساب رفته برای انجام کارها 2,037,000 سامانی پیش بینی گردیده، فرمایشگری آن جمعیتی دارای مسئولیت معدود ژکخ میباشد. حال حاضر زیاد از 37 نفر ساختمانچیان به کارهای بتون ریزی و آرماتور بندی و تخت و امورکنی گرد و اطراف مشغول میباشند. У нас общая площадь 53 тысячи квадратных метров, 876 у нас площадь застройки. Вот, работает у нас работники 38 работников в настоящее время. Сейчас работаем с 3 фирмами, которые у нас экскаваторы. 6 экскаваторов в настоящее время, 12 дуланов. У нас вот в состав наших застройки входит административные здания. Гаражные строительства, гаражные здания, потом проходная у нас здесь. Вот, в будущем у нас будет автовесы, термобиотермическая яма, пожарные резервуары. Вот, все эти вот, насчет работы почти 60% работы мы уже сделали. Да, в будущем мы хотим, чтобы здесь во всем планировке сдать этот проект. Потому что у нас площадь озеленения 7277. Площадь, как сказать, озеленение, площадь вот, дороги 7400 квадратных метров. Здесь будет ограждение, здесь будет освещение, все в проекте. У нас в настоящее время почти 38 работников, вот работники по бригаду они работают, да. Вот кладчики вот сейчас в настоящее время кладку кладят вот в проходном здании. Опаловка у нас уже в административном, да, то потом гаражное устройство, да, здание, которое сегодня начнем там кладку сделать. Вот потом внизу резервуар у нас 210 квадратных метров, уже армирование. Там уже у нас все в готове, скоро мы будем там бетонировать. Вот насчет работы, вот почти 60% работы мы уже сделали. از روی اطلاع مسئول ساختمان مقصود ممدوف برای انجام کارهای ساختمانی تمام شرایط ها مساعد بوده، زیاد از 60% کارهای بنیادی علکی به ثبوت رسانده شده و بنیادکاران کوشش بر آن دارند که انشاءات را تا ماه نوامبر مورد استفاده برای قرار دهند. با بنیاد گردیدن کارخانه مذکور مشکلات باشندگان شهر نه تنها مشکلات پرتاو حل میگردد، بلکه محیط اطراف نیز از عاقبت های پرتاو پرتایی تازه خواهد شد. در پیشبرد کارهای بنیادی ساختمانچیان محلی سهم مناسب گذاشته، 6 عدد اکسکاواتور، ماشین‌های بارکش و دیگر تکنیک‌های لازمی فعالیت با ثمر دارند. از اولهای فرارسی موسم گرمی تا به امروز رهبریت و کارمندان شرکت پامیر انرژی تمام سعی و کوشش را به آن روانه نمودند که تمام شبکه‌های برق رسان و تجهیزات ها را از تعمیر و ترمیم برآورده، از خود همین روزها آمادگی را به فصل در پیش ایستاده سرما نمودند. در این سمت کارها به خصوص در حدود شهر خاروق با مرام ادامه یافته ایستادند. مطابق اطلاع رهبریت کمپلکس انرژتیکی منطقوی شهر خاروق، وظیفه اساسی برقچیان این با نیروی برق دائمی و خوش‌صفت تامین نمودن اهالی، کارخانه ها و مؤسسه های تجارتی در حالت خوب تکنیکی نگاه داشتن زیرزگاه ها، خط های انتقال برق و کم کردن خطر انشاءات های انرژتیکی میباشد که در موازنت آن قرار دارند. تا به حالت ماه ایونی سال 2021 از جانب برقچیان در این سمت کارهای زیاد به انجام رسانده شدند. در این دوره زیاد از 100 ستون های برقی به موضع های بی خطر کوچانده شدند. با مقصد تامین احتمالیت ترانسفرماتور های برقی تا به حال 8 دانه چنین ترانسفرماتور ها را در موضع های گوناگون شهر خاروق از تعمیر برآورده شده در زیرزگاه ها کارهای پروفیلاکتیکی انجام داده شدند. شرکت پامیر انرژی می بعدم کوشش می نماید که تمام چاره های ضروری را فعالیت بیمایلونه نیروگاه‌ها، زیرزگاه‌ها و دیگر انشاءات برقی را آماده نماید که هدف از آنها به طور پورا آماده بودن به فصل
زمستونی در پیش استفاده می باشد. مشکلات پیوسته سر روی برقچین رو می گیرد که این سر وقت نسپرده نق استفاده قوه برق می باشد. حجم اون طرف زیاد شده استفاده است. با اولت امروزه حجم قرضداری استفاده قوه برق در شهر خوروغ کرخونه های بودجوی 1,855,238 سومونی تشکیل می دهد. کرخونه های تجارتی 3,039,931 سومونی. از جمله کرخونه دولتی آب و تشناب 2,875,045 سومونی. احاله باشد 3,052,629 سومونی. در هموم 7,947,798 سومونی تشکیل می دهد. از فرصت مناسب استفاده برده همه ای روبران کرخونه های تجارتی بودجوی و شهروندان احالی احترامانه خواهش می نمایم که استفاده قوه برای سر وقت پرداخت نمایند. هر یک مبلغ پرداخت شده شما امکان می دهد که از شرکت فعالیت خود را خرج بیشتر نماید و تامینات قوه برق در فصل سرما به مدت 24 ساعت هر شبانه روز به راه ماند. عوض کنی سیم های لوچ با سیم های نوی نمود سیب ادامه یافته تا به امروز ها در حدود شهر خوروغ در مسافه قریب 300 متر چونی کابل کشیده شد و در مسافه زیاده از 3 کیلومتر خط های انتقال برق 0.4 کیلوولت تعمیر گردیده، همچنین 281 حساب کنک وصل کرده شدند که از این جمله 86 عدد آنها به جای های دیگر کوچانده شدند. با مقصد پیشگیری نمودن حادثه های صدموی، حدود خط های انتقال برق موافق امکانیت از مونی ها تازه کرده شدند. در آغاز آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من سخن از وحدت رفت. ترنم استقلالیت وطن کرده شده از آبادی سرزمین اجدادی الفاظ بیان گردید. رئیس شهر خوروغ میرزانباد علیشیر خدابردی برای داوطلبان آزمون کامیابی و برا را تمنا نموده قید داشت که دور شهری آزمون در ردیف چهارمین های بخشیده به 24مین سالگرد وحدت ملی دایر شده استفاده است و آغاز همه این شکوفایی ها وحدت ملی است. از شاهکاری های اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان سخن بیان گردید و این آزمون همچون اهدای سرور دولت بهر معرفی استعدادهای نسل جوان به افتخار سازوار استقبال گرفتن جشن 30 سالگی استقلالیت وطن منیدود کرده شد. داوطلبان آزمون را رئیس شهر خوروغ، غنچه های نوشکفته چمنستان وطن، شکوفه های فضای وحدت آباد کشور فرهنگ سالار تاجیک نام برد. آزمون با سرود سه کسای غیر آزمونی به کار خود شروع نمود. باید گفت که بیش از 40 نفر داوطلب در آزمون در نامینیسه های گوناگون اشتراک نموده و برآمد کنندگان نخست در نامینیسه نوازندگی مهارت سنجی کردند. ژانر انعنوی این نامینیسه از نوای رباب و نوازش دیگر اسباب های موسیقی ملی عبارت بود. در ژانر استرادی نوازنده جوان سامی دینوف حسین دین از اشعار بستکور موسیر ست جهانی گیتار نواز مشهور ولیری دیدولیا موسیقی فلامینگا را منظور نمود. با این نوازش سازوار تحسین و آفرین حیات حکمان گردید. همزمان نوازش ها از اشعار بستکوران جهانی بسو آهنگ های جالب منظور گردیدند. از جانب حیات حکمان و اهل تالار نوازش آهنگ های بستکاران جهانی خوش پذیرویی گردید. در نامینیسه کمپوزیتوری باشد بستکار جوان مزاربانوف کامیار با آهنگ تازه ایجاد خود اهل تالار را به وجد آورد. آهنگ را خودم یعنی ایجاد نمودم و امروز پیشکش حکمان گردوندم و باز یعنی شش هفته آهنگ دیگر دارم. مدت 15 سال است من که با گیتار سر و کار دارم، یعنی با موسیقی سر و کار دارم. استاد اولین من ظفر عزیزالایف می باشند که خیلی چیزا رو از اون کس یاد گرفتم و استاد بهترین دیگر من این اقبال زاخی بیکوف می باشد. باز با آدم های یعنی با سنتکاران شناخته جمهوری تاجیکستان، با دلیر نظارف، با ظفر عزیزالایف، با اقبال، با نوبهار شنورف یعنی کور و فعالیت میکردیم. در برابر ایجادات کمپوزیتوری و موسیقی من باز مصوره ها رو یعنی تصویر می نمایم
در ژانر ابستراکت. در номинации سرویندگی باشد در ژانر انانوی استرادی برآمدها به سو جالب منظور کرده شدند. موضوعهای انتخاب گردیده از آبادی وطن و کشور اجدادی ترنم نعمتهای والای تاجیکستان عبارت بودند. چمنی سامانی را بلبل گویا است. من معروف و جهان آرا خواننده سیمف نویوم در مکتب مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 11 تحصیل می نمایم و من از خردی به موسیقی شوق و هوس زیاد داشتم و در آینده می خواهم که یک آهنگسازی مشهور شوم. من بیشتر موضوعهای زیبایی وطن، درباره طبیعت، درباره زیبایی آن موضوع ها را پیشکش می نمایم و من امروز در نمینته سرایندگی ژانر انانوی اشتراک نمودم. آزمون به من معقول شد و من حس کردم که در تالار هم سرود مرا پذیرایی نمودند و من از این خرسندم. ما حیات حکمون طبق شرطهای نظامنامه با کسبیت، تلفظ بورا، طرز بیان، نفس روان، دیاپازون وسیع آواز، تقسیم بندی درست هجاها، صحنه زیبی، لباس صحنوی، آداب و حرکتهای صحنوی بها گذاری نمودند. Я Наврушова Делангез, участница республиканского конкурса. Сегодня я уже второй год участвую в этом конкурсе. Первый раз я прошла все этапы и дошла до республиканской позиции. Сегодня еще раз я хочу попробовать свои силы, и на этот раз я уверена, что я пробьюсь в республиканской и получу призовое место. От всех участников этого конкурса хочу поблагодарить лидера нации, уважаемого президента Республики Таджикистана Эмомали Рахмона за то, что дал нам такие возможности, чтобы не только те люди, которые учатся в консерваториях или в музыкальных школах, могли себя демонстрировать здесь, но и люди, у которых есть дар от Бога, могли здесь демонстрировать свои таланты. Еще раз огромное спасибо за такие возможности. Харяк Иштрухчи Озмун бо умиди падаст овардани джойхуи сазовор дар нишон додани махорат ва استعداد خود سهم و تلاش می نمودند. به من این آزمون خیلی معقول شد. امروز من در آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من اشتراک می نمایم. در آینده من می خواهم که یک سراینده مشهور شوم. Мне конкурс очень понравился. Очень понравилось то, что вот дети, у которых есть талант, тоже могут участвовать в этом конкурсе, показать свой талант. Мне нравится этот конкурс, потому что здесь я могу стать знаменитым и хорошим певцом. Баралу Айонгутке ба даври шаҳри Озмуни Тоҷикистон ватани азизи ман довталабон ва аҳли фарҳанги шаҳри хору бо омодагӣ пешакии хуб ва тайёриҳои мукаммал омаданд. Ҳар як баромади иштирокдорон таъсиргузор буд ва аз истеъдоду маҳорати довталабон шаҳодат медод. Махсусан баромади Сано Саидиков дар жанри академи номинации сарояндагӣ аз ҷониби ҳайати ҳакамон ва аҳли толор баҳои баланд гирифт. فرزندان دوستروکای ما که برآمد کردند به خیلی خوش پذیرفته شد و خوشبختانه بخش فرهنگ شهر خورو با داوطلبان این آزمون بسیار سعی و کلاش کردند، بسیار تیاری دیدند، بسیار یک آهنگای جالب در وصف وطن، در وصف تاجیکستان عزیز، در وصف مادر امروز که از طرف اشتراک کنندگان، از طرف داوطلبان، از طرف دوستروکای ما، از طرف دانشجویان سرایده شدند، نواخته شدند به درجه بلند. رهبری حیات حکمون سید قربان محمدوف ابراز نمود که برای آنها انتخاب نمودن بهترین ها بسا مشکل است، زیرا همه اشتراکداران سزاوار جای ارزنده هستند. از 43 اشتراکچی آزمون 26 نفر سزاوار جای نمایان گردیده، از جانب رئیس شهر خاروخ میرزانبود علیشیر خدابردی و
مدیر شعبه فرهنگ ولایت مختار کیستان بدخشان سید قربان محمدوف با افتخار نامه و مبلغ معین قدردانی گردیدند. رئیس شهر خورو غالبون را تهنیت گفته عرض داشت که رشد ساحه فرهنگ از جمله دستگیری استعدادهای جوان در مرکز ولایت مختار کیستان بدخشان پیوسته راه اندازی می‌گردد. استقبال نمودن غالب المپیاد در موسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 45 به نام مستبیق رجبکوی دهه سردم ناحیه شغنان ولایت مختار کوهستان بدخشان جمعومت دایر گردید. زمین جمعومت خیر گردید که برای هموزگاران این موسسه تعلیمی باعث خورسندی است که در المپیاد جمهوریوی هسفنی زبان و ادبیات تاجیک سباحت پیشنبه اشتراک نموده سزاوار جای سیوم گردید و نام این مکتب را در سطح جمهوری بلند برداشت. پارسال نیز سباحت پیشنبه در هزمون ولایتی فروغ صوب دانایی کتاب شرکت ورزیده صاحب جای دیوم گردید. در جمعومت از طرف دیرکتور این مکتب به سباحت پیشنبه و اشتراکچی هزمون فروغ صوب دانایی کتاب افتخارنامه سپریده شد. شاگردان موسسه تعلیمی در آزمون های ولاتی، آزمون های نویوی، آزمون های جمهور اشتراکی در سزاور جوی یکم مدن گردیدن. از اون را خوانده محسه تعلیمی رقم 45 سواد پیش مزاده در آزمون جمهور اشتراک نموده سزاور جوی سیم گردید. اینچنین خوانده سواد پیش مزاده در آزمون فروغ صوب دانای کتاب است در ولایت اشتراکی در سزاور جوی دویم گردید. بود شاگردان محسه تعلیمی اصلا که در اولمپیادای نویوی جماعتی خانگان سپای 4-5 اشتراک نموده سزاوار جای نمایان گردیدن. خانگان ما، خانگان محسن تعلیم با شاگرد با آموزگار فن تربیه جسمانی امام قلعه پشیروز در جمهوری اشتراک نموده از نمود ورزش تیکواندو سزاوار جای یک جای دوم گردیدن. غالب المپیاد سباحت پیشنبه هر سوش که واقعا کتاب انسان را به قله بلند ایات میرساند و برای من افتخار بزرگ است که با مطالعه کتاب به چنین قله بزرگ رسیدم. در المپیاد جمهوری از فن زبان و ادبیات تاجیک سزاوار جای سوم گردیدن و این محض زحمت های معلمه عزیزم خنشای و نکوباخ می باشد که من توانستم در سطح جمهوری نام مؤسسه ام را بلند بردارم. این چنین از والد ولایتی سزاوار جای دوم دیدن. این سال نیز نیت دارم که در دور ولایتی سزاوار جای اول گردیده در سطح جمهوریوی نیز نام مؤسسه‌ام را و همچنین نام معلمم را بلند بردارم. آموزگار موسسه تعلیمی نکوبخ قنشای و قید کرد که مهارت و استعداد محبت به اندازه نسبت به کتاب کتابخانی سباحت پیشنبه بود که در چندین هزمون ها و المپیاد شرکت ورزیده سزاوار جای افتخاری گردید و نام مکتب را در سطح جمهوریوی بلند برداشتند که این باعث تحسین و آفرین می باشد. فروغ صوب دانایی که تشکیل شده بود بسیار خوانندگان هوس کتاب و کتابخانی می کنند و من از همین خیلی شاد و ممنونم که سرور دولتمان چنین هزمون را برای ما خوانندگان مو تشکیل نموده است. و خوشبختانه من تا 30 سال در مؤسسه کور فعالیت کرده استودم. شاگردانمون در توی ما در آزمون های جمهوری یعنی آزمون های فنی جوهای اول رو سزاوار میگیرن. بغیر از این در آزمون فروغ صوب دانایی شاگردان من شرکت میورزن و پرسال شاگردم سباحت پیشنبه در آزمون فروغ صوب دانایی کتاب است در آزمون ولایتی سزاوار جای دویم گردیده بود و این سال نیز نیت دارند و در آزمون جمهوری هم در سطح جماعتی هم در سطح ناحیوی و هم در سطح ولایتی یعنی سزاوار جوهای نمایان گردیده بود و در آزمون جمهوری که در شهر دوشنبه برگزار گردیده بود در اونجا یعنی جوی سیم رو سزاوار گردیده بود و من منتداری خود رو هم به سرور دولت هم به یعنی روبرت موسسه یعنی هم به شعبه مخارف و به حکومت تاجیکستان نیز منتداری خود رو ارسال می نمایم. همکسبانش عرض داشتند که سباحت پیشنبه به کتاب کتابخانی شوق به اندازه دارد و وقتهای خالگی خود را بهوده صرف نمی کند و در تیار نمودن درس ها به ما نیز همه وقت یاری می رساند و در چندین آزمون ها شرکت ورزیده صاحب چندین افتخارنامه ها می باشد. همصنف هم یکی از بهترین خوانندگان مؤسسه بوده در همه سپارش های روبریت مؤسسه و روبر سنف را در وقت معین اجرا می کند. از خود کلان سالان و حرمت کرده بخورسالان کمک می کند. همیشه با همصنف ها و با همدیهگان خود معامله خوب داشته و در نزد همصنفان و اطرافیان خود صاحب حرمت و احترام می باشد. من برای سباحت تمنا دارم که در آینده هر آرزویی که در دل خود دارد آنها جامعه عمل پیشند. والدان سباحت پیشنبه هزار منداری خود را به آموزگاران این موسسه تعلیمی بیان نمودند که در تعلیم و تربیه فرزندان آنها دقت لازمی روانه می نماید. من همچون والدین فخر می کنم که فرزند من در
سطح جمهوری در اولمپیاد جای سزاوار گردید. و من خوشحال هستم که با این مؤسسه و آموزگار زبان ادبیات تاجیک منتداری خود را بیان میکنم. آنها در تربیت این فرزند من کوشش زحمت زیادی کشیدند. باید گفت که برای به دست آوردن مظفریت برای هر یک خواننده زحمت آموزگار اولین درجه است. خوشبختانه در این مسیر سباحت را استادانش دستگیری نمودند. در زمان صاحب استقلالی کشور با تشبث پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان ساحای معارف بهبودی یافته با تاسیس یافتن مرکزهای تومکیابی شمورای اطفال بالایوقت سال زیاد شده استوده است. باعث افتخار است که در شهر خورق تعداد مؤسسه‌های تومکتبی زیاد شده. در اینجا آموزگاران برای کودکان از اصولهای موثر تعلیمی استفاده نموده نسل نوروز را در روحیه بلند خودشناسی ملی تربیت می‌نمایند. مرکز رشد بروقتی خدمات آقاخان در نزد لیسه آقاخان دوام چند سال فعالیت زیاد کودکان را برای مؤسسه‌های میانه آماده نموده. امروزها تربیت گیرندگان آن در آزمون و المپیادها شرکت بابرار دارند. این کودکان عید وحدت ملی را با یک خرسندی و فرهمندی جشن می‌گیرند. لازم به یادآوری است که در این مرکز 8 نفر آموزگار و 8 نفر یاردمچی برای 200 نفر خواننده تعلیم می‌آموزند. نصیبه نعیموه آموزگار مرکز قید داشت که ما برای کودکان در برابر آموزش درس‌های تعلیمی باز درس‌های علاوه‌گی را پیاده می‌نماییم که توسط آنها برای قیدگیری جشن‌های ملی آمادگی می‌بینیم و برنامه تهیه نموده امروزه نیز به جشن وحدت ملی بخشیده شد. پوسکای استرانالیش процветает. Пусть богатеет в ней народ, пусть каждый день вам лишь победы, мгновение радости несет. От имени сотрудников Центра раннего развития ребенка, службы Агахана по образованию в Таджикистане, сердечно поздравляем всего народа Таджикистана с 30-летием Дня независимости Таджикистана. Разделяя со всеми радостное и праздничное настроение, желаем вам крепкого здоровья, мирного неба над головой, благополучия и процветания всему таджикскому народу, мира, добра и процветания нашей стране. از قرائت شعر کودکان معلوم گردید که در نهاد آنها تا چه اندازه مهر و محبت نسبت این سرزمین بیشتوسو نهفته است. پرچم تاجیکستان سه رنگ کرده در روی آش گفته گلهای افت افتر. ایمان ما وطن، وجدان ما وطن، وطن غرور ما والوترین سخن. تاجیکستان کشوری خوشمنظر بر سر آسمان افت اختر. مردمانش مردمی باننگار با بزرگ بزرگان شعله بارو برست. در زمان صاحب استقلالی کشور توجه حکومت جمهوری تاجیکستان به رشد مؤسسه‌های تومکتبی زیاد بوده. امروزها در قلمرو ولایت شمارای معین چنین مرکزها فعالیت دارد. همه این پیشروی‌ها از دستگیری حکومت کشور نسبت ساحه معارف گواهی می‌دهد. Preschool education is the foundation of lifelong learning and development. The focus on preschool is essential. Access the quality early childhood not only gives children better learning outcomes in the future. During the 30 years of Tajikistan alongside implementing continuous reforms of all levels of education as well ECD. The leader of nation Imam Ali Rahman has always mentioned in his speech that the early years of education is the main foundation of the life. Therefore many learning centers were built in our part of Tajikistan. Fortunately we are the happiest graduation who lives in peace and prosperity. On behalf of the AKS staff, I want to congratulate each and every one of our wonderful country with Independence Day of Tajikistan. I wish to everyone a peaceful sky over your head. برنامه فرهنگی در اجرای کودکان با چهره‌بینی تراوت خوصه را ضم نمود.